بانو، ژاله کاظمی، دوبلور، گوینده، مجری تلویزیون و نقاش با نام اصلی زهرا کاظمی در 13 فروردین ماه 1322 در تهران به دنیا آمد. او سالهایی از کودکی و نوجوانی را در آبادان گذراند و از همان دوران نوجوانی در برنامه‌های تئاتر و شعر و ادب رادیو آبادان شرکت می‌کرد. برادر دیگرش هوشنگ کاظمی به عنوان دوبلور مشغول به کار بود. ژاله نیز به همین دلیل به فعالیت در عرصه گویندگی گرایش پیدا کرد و گویندگی و دوبلاژ را به شکل حرفه‌ای آغاز کرد. ژاله کاظمی در 18 سالگی به ایتالیا و روم رفت. او طی 6 اقامت در آنجا در کنار پیشگامان دوبله مانند منوچهر زمانی، نصرت کریمی و حسین سرشار در زمینه دوبله فعالیت کرد و تجربه اندوخت. در دهه 1340 که دوران طلایی دوبله ایران خوانده می شود، به عنوان معتبرترین زن گوینده فیلم و یکی از چند دوبلور درجه اول بود که علاوه بر گویندگی در زمینه مدیریت دوبلاژ هم فعالیت می کرد. ژاله کاظمی همزمان با کار به تحصیل هم ادامه داد. از دانشگاه ملی در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت و از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی فوق لیسانس تعلیم و تربیت دریافت کرد. او همچنین کار اجرای تلویزیونی را نیز تجربه کرد. ژاله کاظمی به جای بسیاری از ستاره‌های سینمای جهان صحبت کرده است. از جمله ویوین لی، الیزابت تیلور، میا فارو، جولی کریستی، جولی اندروز و سوفیا لورن. بانو ژاله کاظمی، این صدای ماندگار ایران، در 12 فروردین ماه 1383 در سن 61 سالگی در واشنگتن دی سی آمریکا چشم از جهان فرو بست.